زری که از خانه عمومی فرار کرده قصد داره دخترش رو که 20 سال پیش به مردی سپرده پیدا کنه. زری در نهایت با فدا کردن خود جان دخترش مریم رو نجات میده. بخشایی از فیلم زخم خنجر رفیق رو با هم تماشا میکنیم. بابا جناق میشکنی؟ چرا نمیشکنم بابا جون؟ سر چی؟ هر چی که تو بگی. سر یه گردنبند الماس. سر یه گردنبند الماس؟ هی بنازم به این اشتها. خب اگه من بردم چی؟ یه جفت جوراب. یه جفت جوراب؟ میترسم تو این معامله ضرر کنی دختر. خب دیگه هرچی باد آباد، آتیش زدم به مال. بکشی تو شاهد باش ماما، اگه بردم بابام چر نزنن. نه مامان بابا چر نمیزنن. سغرا سغرا. بله حاج آقا. بیا خورش بیا. من میارم. اما یاده ها. هنوزم جواب خواستگاراشو نمیخواد بده. میبینی که نه. آخه چرا؟ دختر موقعش که رسید باید شوهر کنه. و الا که چی؟ آخه چی بگم؟ زمونه خرابه. مریم دختر خوشگلیه. این جوون مبونا خیلی دوره برش میپرکن. خدایی نکرده یه وقتی دی دختره رو اقفالش کردن. بهتره هر چه زودتر بره خونه. بچه خورشتی. فیلم رفیق به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1354. رضا که به اقدس علاقه داره با ذبیح عهد می‌بندن که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا برای حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر میشه و به حبس میفته. اقدس از مشهد به تهران میاد و به دنبال رضا میگرده. اون به خونه توران خانوم پناه میبره و ذبیح با دیدن اقدس به اون دل میبنده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یه ننه باسم گل میسوزه. راستی چرا خانم جان رو نیاوردی؟ اتفاقا دلش خیلی هوای زیارت داشت، منتها یکم ناخوش شد. گفت ایشالا یه دفعه واسه مونده ما کی قرار بذاریم. من پیش تو صاحب خواهر ریستم آقا رضا، اینو از اولم گفتم. ریش و قیچی دست خودته، هر جوری صلاح اون کارو بکن. کار دسته خودشو نمیبره. نوکرت هم حاج حسن آقا، ایشالا که پیشت رو سفید بشم. پس شما به اشرف خانوم بگو بره پیش آقا واسه برج دیگه ساعت ببینه. بله، هر وقت مبارک بود من ننه رو میارم اینجا و کارو تموم میکنم. مبارکه. نوکرتم. با اجازه. فرمه اجازه میگیره. یه خورده پیاز و نمک بیار. اقدس الان میارم. چه خبرته؟ مریدم زن داداش، خراق موشی ببن. ببخشید. چی شده؟ هیچی، باز یه چیزی انداخت، الحمدلله ناشکست. خب عیب نداره زودتر پیاز رو بیارم. اگه تو سر منم لا اله الا الله، باز چون آبجی گانومشه عیب نداره. نه 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 نه. یخ انداختی؟ بله آقا داداش. فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقه‌مند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دزد دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. چیته مادر؟ الان چند روز اخمات تو همه، مگه چی شده؟ پاشو لباستو در بیار. ما همیشه باس لباستن اون باشه و آماده به خدمت. رو پیشنمون نوشته. اصلا فعلا که حوصله‌شو ندارم.
آره بگو دیگه. ببین مادر، تو که به این زودی ناراحت نمیشدی. آخه ما الان کار خیر داریم، عروسی خواهرته. آخه اون بیچاره منتظر جوابن. مگه من باید جواب بدم؟ تو مادری اختیارش داری. شما میدونم یه چیزی بگو ردش کن بره دیگه. سلام علیکم. چه؟ کی بود؟ داداش از انجمن خیریه براتون کارت دعوت. عوضی نباشه. چرا؟ آخه واسه ما چرا؟ سلام سرکار جون. سلام جوانسا، چی شده؟ حالتون خوبه؟ این کارت دعوت برای شما فرستادم. برای من؟ فرمایشی دیگه نداری؟ قربان تو، یادت باشه بعد از این بیا با تو آدم بده. چیز میزی ندادیش بشه تو؟ مادر، واسه همون کارت دعوت اومده. راستی راستی ما رو دعوت کردم. آره پسرم. پس ما گندی شدیم، یعنی اینقدر گندی شدیم. عجیبه. میمونه هستی بدی در گذشتی سالیانی بینام نام 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 جشن محسسته یه خیریه هسته. فیلم سینمایی میلیونرهای گرسنه که تو سال 1346 ساخته شده، از این قراره که راننده تاکسی برای به دست آوردن پول نجات یکی از دوستان بیمارش به مهمونی باشکوهی که تصادفاً کارت دعوتش رو پیدا کرده میره. در اونجا با دختر متمولی آشنا میشه و این دو نفر عاشق همدیگه میشن. چند وقت بعد متوجه میشه که دختر هم به طور اتفاقی به اونجا اومده بوده و دختر پولداری نیست. بخشایی از فیلم میلیونرهای گرسنه رو با هم تماشا میکنیم. بیا اینم جورا ببینم دیگه چه بهانه ای میگیری. من لباس عید میخوام. ساکت باش دختر، ساکت باش. خوب نیست آدم ولش کن. مادر همین داره شیرونی ها رو میخوره. دست نزن، میذاری این دوتو گل شیرونی بمونه جل مردم آبرومون برگزار بشه. ولش کن دیگه. بسته دیگه بچه ها، بسته. صدای اون رادیو رو یه خود بالا هم کن. بگی بشین. باری کلا دختر، الان سال تحویل میشه هنوز شمار روشن میشه. سال تحویل خوب نیست خواب باشین. اون وقت آخر سال همینطور خوابی. زود باشین دیگه بچه ها، بیاین بیاین بشینین پای هفته. الان سال تحویل میشه، بدویم بیاین بریم سر هفته. جونم جون، الان سال تحویل میشه. مادر امسال عید دیدنی نمیری؟ چرا جون، ما همه جا میریم. عقل باشه عید نداری؟ این وقت سال تحویلی دعا کنیم، همه تون دعا کنیم بچه ها. از خدا بخواییم پدر جونتون رو زودتر شفا بده، اون وقت براتون لباس میخریم، همه چی میخریم. آخه به خدا چی بگیم که پدر جون حالش خوب بشه؟ همین که گفتیم دعا. خدا شماها رو دوست داره، به حرفاتون گوش میده. مادر داره سال تحویل میشه، اما از اگه به همون روز بیاد همه چی برامون میاره. مبارک باد آغاز سال نو. بودو علی، بودو تا کسی نایمده گلدون رو بردار برو از در بیا تو، تا قدمت خوبه. خدایا خدایا، هرچه غم و درد و ناخوشیه میذارم پشت این در. تو این سال نوی با خودم خوبی و خوشی و سلامتی رو توی خونه میبرم، واسه خودمون و واسه همسایه‌هام. فیلم ستیز با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترعموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. زیر چی کار میکنی علی؟ شما ها اون بالا چی کار میکنی ناقلها؟
بیا از اون زیر بیرون لب میشی، بیا بیرون. آخه گرفتاریتون چی هست؟ خیلی خوب، میام. میر، من هنوزم تو رو دوست دارم. آرزوی یه بچه هست، تو داره منو میکشه. دستتو وردار از روشونم، حرفتو بزن. اگه تو از زنت جدا بشی، منم طلاق میگیرم و با تو ازدواج میکنم. خواهش میکنم این کارو بکن. برو کنار، برو خجالت بکش. به شانس خودت پشت پا نزن. من حالا یه زن پولداری هستم، حاضرم تمام ثروت و داراییمو به پات بریزم. میتونیم با هم خوشبخت بشیم، به هر کجای دنیا که بخوایم بریم. گفتم زن خجالت بکش، حیا بکن. تو ناسلامت شوهر داری. اما من تو رو دوست دارم، ازش طلاق میگیرم. من نمیتونم با اون زندگی کنم، ما برای هم ساخته نشدیم. چرا اون روزی که میخواستی زنش بشی و بری خونش این فکر رو نکردی؟ چرا؟ از اینه که تو این کارو کردم، تو باعث شدی، تو منو بدبخت کردی. تو شدی گسران. من اوز بکن سیاب و حق بازیات یادم نرفته. هر بلایی که به سرت بیاد به خاطر قلب سیاهته. من دست از سرت بر نمیدارم، به هر قیمتی شده تو رو به چنگ میارم. تو یا باید مال من باشی یا مال هیچکس. هیچکس. سلام، بفرمید، عکس رو مونتاژ کردم. خوب مونتاژ